آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com. گرامی تلویزیون میهن، همچنین جناب بهبهانی، من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشن و هفته خوشی دیگه در پیش داشته باشن. البته در هفته‌ای که گذشت این اتفاقی که افتاد پخش شدن واکسن کرونا بود که در سراسر امریکا در حال پخش شدن و خب از این نظر یک امیدی ایجاد شده که در آینده در صورت به مقدار زندگی میتونه به حالت طبیعی برگرده. از طرف دیگه امروز اینجور که قبلا هم صحبتش بود بین ریپابلیکن ها و دموکرات ها برای پولی که میخوان به کسانی شغلشون از دست بدن و بیشتر بیکار شدن به خاطر بیماری کرونا، اون پول داره تصفیب میشه، البته مرحله آخرشه، چیزی نزدیک 900 بیلیون دلاره و این پول خب با این چون به نظر میرسه که این پول تصفیب خواهد شد و اختیار مردم گذاشته خواهد شد، بازار سهام امروز هم بالا رفت، مثبت به خاطر همین. اصولا اون دواملی که وجود داره کروناست که ویروسش در حال حاضر واکسنش رو دارن پخش میکنن و از این نظرم پولی که داره پخش میشه دست مردم میاد، باعث که مقدار خیال بازار سهام راحت و در آینده رو روشن‌تر ببینی از گذشته. به خاطر همین امروز هم مثبته، البته افزایش زیادی نداشته. امروز اجازه دیم در اول برنامه نگاهی بکنیم بهش. بله، من به اشتراک بذارم. ولی همونجور که مشاهده میکنید در حال حاضر 119 پوینت، نسدک 57 پوینت مثبت، بیشتر از 57 پوینت و اسفنده هم بیشتر از 13 پوینت مثبته. بنابراین روز بدی نیست، ولی خب روز زیاد فوق‌العاده هم نیست از در افزایش و به فلت هم نیستش که پایین زیاد نره، ولی خب در صورت و انتظار میره که بعد از اینکه این داروی بیمار کرونا ببخشید این پولی که برای کمک به مردم پخش خواهد شد چکار فرستن در خونه مردم. اصولا حالتی یه ایرادی که وجود داره، برای همه میخوان مثل یه چک 600-700 دلاری یا کسایی که مالیات میدن براشون بفرستن، به مقدار بیمعنیه به خاطر اینکه خیلی از مردم شغلشون از دست ندادن و دارن کار میکنن و کارشون دارن، بنابراین به اون پول احتیاجی ندارن و پول ضرورتی نداره بهشون بدن که واقعا احتیاج دارن اصلا چه شغلشون از دست دادن. بلا برای اینکه شغلشون از دادن اون کمک پولی هم که به خاطر بیکاریشون میگرفتن که بعضی مدتی منقضی میشه، اونم اونا هم بعضشون احتیاج دارن واقعا به این پول. در کریسمس هم هستش که موقعی از فصل ساله که واقعا مردم احتیاج دارن، مثل عید نوروز ماست، یه وقت اون موقع پول دست کسی نهاشه خیلی غم انگیزه دیگه. عید نوروزشون خوب روز شده بعد دستشون باز باشه از در فرصت این پول در اختیار مردم قرار بگیره، خیلی به ویژه کسانی که شغلشون از دست دادن و تحت فشار هستن خیلی مفید خواهد بود. البته خب برای ما ایرانی ها که در امریکا هستیم یک نمونه‌ای که میتونیم ببینیم که دولت چطور میتونه به مردم کمک بکنه و وقتی مشکل اساسی برای بخش قانون پیش اومده در طبق قانون از نظر مالی بهشون کمک بکنه، کسانی که در وضع بد مالی قرار دارن. تو ما میدونیم چه خبرهای در ایران هیچ وقت نبود، هیچ وقت نمایندای مجلس ایران هم هرچه در حال حاضر
برای بهبود زندگی مردم تقریبا هیچ اقدامی نمی کنن، صحبتی هم نمی کنن که به این ترتیب بتونن حتی مردم ایران بیشتر از خیلی بیشتر از اینا تحت فشار هستن به طور کلی و کمکی بهشون بشه طرف دولت. و ما میدونیم که دولت جمهوری اسلامی سوران انرژی صرف گسترش امپراتوری شیعه میکنه و هرچی هم پول در میاره، نفتی هم که میفروشه و هرچی هستش بیشتر در خدمت اونه و همینجور در خدمت تحکیم و نراتیو مذهبی که ساخته در این تیه انها میشه گفت واقعا چه دروغیه که مرتب اینا میگن و تبدیل به حقیقت شده برای خیلی از مردم. داستانواره مذهبی که ایجاد شده قهرمانهای خودشو داره و دشمنان خودشو داره و این داستانواره که نراتیویه که تا وقتی که وجود داره به این شکل و خب ما میدونیم که آخوندها دارن کنترلش میکنن و همیشه هم روش تاکید میکنن و همونجور که در انقلاب پنج خمینی میگفت این مراسمی دینی اصولا ما رو زنده نگه داشته، اسلام زنده نگه داشته و مراسم خمینی هم اصولا دانا مذهبی و سیاسی مذهبی که ساختن برای تحکیم نفوذ خودشون تو پایین ترین بخش های مردم و حتی کسایی تحصیل کرده هم که ما که اون داستانواره رو باور کردن و باور دارن بهش. در صورت این کمک هایی که در امریکا میشه، برخوردی که اون مردم میشه و نماینده های مجلس واقعا در اینجا مردم میتونن باشون مستقیما تماس بگیرن. خب هر نماینده مجلسی از مکان مشخصی انتخاب میشه، برفض در کانگرس و مردمی که در اون منطقه مکانی که اینشون انتخاب شده میتونن برن به دفترشون و صحبت بکنن، بگن چه مشکلاتی دارن و اون نماینده مسئوله که وظیفه‌شه که این مشکلات رو بهش ترتیب اثر بده در سطح کشور و اگه نده خب در دور انتخاب نخواهد شد. ما میدونیم میشه این وظیفه رو نماینده‌های مجلس ایران نداشتن، چه در زمان البته پهلوی چه در حال حاضر. در این بازیه که دموکراسی فراهم میکنه برای مردم و چیزی که در رژیم‌های دیکتاتوری که مترقی باشه مثل زمانش محمد رضا شاه یا هرچی متعقب اصل دیگ مثل جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه از این نظر. در اصل این وضعیه که از نظر کمک مردم در حال حاضر در امریکا در جریانه. البته خبر مهمی که امروز از نظر اقتصادی وجود داره، خیلی یکی از ملاک‌های اقتصادی داره در اینجا، اینکه مردم چقدر پول خرید میکنن. خب تمام کسب‌وفرزی‌هایی که دارن، بیزینس‌هایی که وجود دارن، اینا متکی به فروششون هستن برای بقای خودشون، برای این کسب‌وفرزی که دارن، بیزینسی که دارن. ولی گزارش ماه نوامبر ماه گذشته 1.1% مردم تر خرید کرده. ماه آخر هم مردم کمتر خریده بودن ولی مقدارش چیزی در حدود گزارش شده بود که 0.1% یعنی 0.1% و بعدن که دوباره شده 1% اون رفته بود. این خرید کردن خیلی تاثیر مهمی در اقتصاد میذاره و البته در اون سالهای 50 که کمونیست ها خیلی از نظر سیاسی حکومت میکردن تبدیل اینو جامعه مصرفی میگفتن بهش و جامعه مصرفی خیلی هم بد بود که مردم مصرف میکنن
اصولا یه جمله یک استدلال خیلی مسخره ای مصرف میکنن برای اینکه به بدن ماشین رخشویی نشته باشه، خب باید بره دست لباسش بشه. آره ماشین رخشویی خریدن کارهای برای مصرف کردن، برای استفاده سطح زندگی شو اصولا میبره بالا. مصرف بیشتر نشون میده که سطح زندگی مردم بالا رفته، ولی خب در موقع یه چیز بد میمستن افتن این جامعه مصرف تو مصرف وجود نداشته تولید به چه درد میخوره. البته تولید وقتی خواهد بود که مصرف خواهد باشه، یعنی کسی نخره چیزی رو از بین میره اون چیزی که تولید میشه. در صورت این تأثیر گذاشته، کم شده خرید مردم از کسورزی ها و این نشانه بدیه، ولی خب در هر صورت به طور کلی گفته میشه که اقتصاد رو به بهبوده و خیلی شدید رو به بهبوده. تعداد بیکاری البته اینجور که گزارش شد من این بود شنفتم چیزی نزدیک بیشتر از 8000 نفر در حقوق بیکاری میگیرن در حال حاضر. البته حقوق بیکاری که میگیرن شرکت های که اینا رو استخدام کردن پرداخت کردن براش از پیش، و اصولا اگه هم کم پرداخت کرده باشن، یعنی بیکارا بیشتر شده باشن، بعدا میان این پول از شرکت ها میگیرن. منظور دولت از کسر بودجه اینا رو پرداخت نمی کنی که کسر بودجه ایجاد کنی، پولی که از شرکت هایی که استخدام میکنن مردم رو گرفتن و اگه هم کم گرفته باشن بعدا خواهند گرفت، این رو بهشون پرداخت میکنن و تعدادشون از که 850,000 نفره. البته اینجا یه نامبری داشتم، بله 853,000 نفر اینجور که گزارش شده در هفته گذشته کسایی که پرسش نمای بیکاری پر کردن. خب رقم بزرگیه، معمولا تعداد بیکاری چیزی نزدیک 500,000 نفر بود. شد خب معمولا چون مردم شغلشون عوض میکنن، کار شاید دست میدن کار دیگه به دست میارن، 3-4% بیکاری چیز طبیعیه که رقم خیلی خوبیه نسبت به 5-6% که الان بیشتر از اون درصدش. همینطور البته اتفاق مهم دیگه ای که امروز افتاده، البته گزارش های زیادی افتاده، اینه که در هفته گذشته رئیس سنا اکثریت داره، جمهوری خواه اکثریت دارن توش، انتخاب بایدن رو بهش تبریک گفته، پذیرفته، برعکس ترامپ که هنوز نپذیرفته و هیچی هم بهش نگفته و بهش میگن سور لوزر، یه بازنده تحکام. تا یک از مفسرهای سیاسی هم که در زمان بوش خیلی فعالیت داشت بهش میگفتن آرشیتکت، گفته بود مردم امریکا آرمای سور روزرها رو دوست ندارن، آرمایی که بازنده های تحکام وقتی باختی باختی دیگه بعد بپذیری و معمولا بعد تبریک هم بگی به کسی که باختی بهش، بپذیری رأی که مردم دادن. البته خب بحث زیادی شده در مورد این انتخابات که چقدر منصفانه بوده یا نبوده، ولی در صورت تمام فعالیت هایی که باید می شده و نشون داده می شده که منصفانه نبوده، نشون میده که نه منصفانه بوده و این انتخابات ایرادی هم بهش نبوده از نظری که بتونی پیدا بکنی واقعا. به این خاطر هم رئیس سنای امریکا هم تبریک گفته بهش و مسئله به این ترتیب تقریبا تموم شده. و البته 20 ژانویه هم بایدن رسما رئیس جمهور میشه. البته این که بایدن چگونه رئیس جمهوری خواهد بود اون بحث جداگانیه و باید ببینیم چه پیش میاد. البته همینطور از ذره کمک هایی که مردم میشه از نظر اروپاییان، ما میدونیم که در امریکا
برای اون که پول زیاد باشه دست شرکت ها، باندهای زیادی رو فدرال ریزرو داره میخره، بانک مرکزی اینا رو میخره و پولشون رو بهشون میده و اونا میتونن با پولش به بازی به کسب و ارزشون ادامه بدن. مثل پرخواست بانک ها میتونن بفروشن اونجا. ولی خریدن باند توسط فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا چیزی نیست که 8 تریلیون دلار الان رابطش داشتن میفروختن قبل از جریان کرونا، کمش میکردن. این ترتیب کنترل میکنن حجم پولی که در بازار هست در دست در کشور موجود. و تو بان اروپایی هم چنین کاری کردن برای اینکه مک کنن به شرکت های بزرگی که وجود دارن و اصول شرکت ها سیستم سقوط میکنه. در امروز من شنفتم که در کالیفرنیا خیلی از کسب و ارزی ها رو بستن، به ویژه رستوران ها خونه های که میگن خوراک مرخورن و خب سرمونی ها و اما این بیزینس کسب و ارزی های کوچیک بسته شده و همینطور باید که چیزی نزدیک 10 بیلیون دلار درآمد در کالیفرنیا پایان. و در طرف این کالیفرنیا اون صحبتم شده قبل از این یک ایالتی که زندگی کردن توش خیلی گرونه، یعنی خرجش زیاده، همه چیز گرونه، در اینجا مسکن گرونه، خوراکی گرونه، مالیات ایالت وجود داره، مالیات سرمایه گذاری وجود داره، در صورت خیلی سخت همه چیز. به خاطر همه که ماسک، ایلان ماسک مدیر اجرایی تسلا و همچون شرکتی که داره شرکت فضایی که داره موشکایی که میفرسته اسپیس ایکس، اون از کالیفرنیا رفته تگزاس، چون در تگزاس مالیات ایالتی وجود نداره و همونطور کپیتال گین یا مالیات بر اساس سرمایه گذاری هم نداره. و از این نظر اینا چون پولای زیادی هم میگیرن برفت از ایلان ماسک که قرار دادش قرار بوده چندین میلیون شیر بگیره، سهام تسلا رو بگیره، از قیمتش از $1,000 بره بالا که خیلی بیشتر از اون هم رفته بالا و مجبور تر مالیات در کالیفرنیا رفته به تگزاس و از این نظر مشکلی نداره. البته اینا کسانی که خیلی ثروتمند هستن، خیلی پول زیادی دارن و تاثیر زیادی واسهشون زیاد مسئله نیست، ولی خب برای کسانی که طبقه متوسط هستن و مجبورن برفرض در سال 3-4000 دلار مالیات استیت بدن، به استیت کالیفرنیا بدن و همینطور هم اگه تو استاک مارکت برفرض پول ساختن و مالیات روی اون هم بدن چون کپیتال گینه، این باعث میشه که اینا هم برن اصولا. خیلی از این نظر که کالیفرنیا در جمعیت طبقه متوسط و ثروتمند شاید دست میگه. تو اوراکل مدیر اجرایی اوراکل هم که سافت‌ور میسازه و خیلی کمپانی بزرگیه، اونم منتقل کرده مرکزش رو به تگزاس. یک مهاجرتی هست به این از این ایالت‌های گرون قیمت که دست دموکرات‌ها شدن مثل کالیفرنیا و نیویورک به طرف استیت‌هایی که از نظر سیاسی ریپابلیکنن و از نظر مالیاتی خیلی کمتر مالیات میگیرن، مالیات ایالتی ندارن و کپیتال گین و مالیات به سود هم ندارن مثل میامی و فلوریدا. از اون طرف دارن میرن با اون ایالت ها، این محبت وجود داره. خب در امریکا که هستیم ایالات متحده امریکا هستیم، ایالت ها یه سیاست هاشون منفرق میکنه و از این ایالت که میریم به مورد تقریبا نسیم میریم یه کشور دیگه، چون خیلی چیزا فرق میکنه، حتی رفتار مردم هم فرق میکنه، موسیقی هم که اونجا زیاد گوش کنن فرق میکنه با ایالت های دیگه. به این خاطر که این امکان وجود داره واسه مردم که تغییرات بدن و این ترتیب ایالتی که زیاد داره فشار میاره مردم از نظر اقتصادی، از نظر مالیاتی، از نظر اجتماعی حتی ترکش بکنه. کمکی که اروپایی هم در بازار مشترک دارن انجام میدن. آره، در هفته گذشته
مهمترین خبری که به اهمیت بود و داده شد این بود که ایران موفق شده تقریبا تحریم شده و نفتش بفروشه، ولی اینجور که گزارش میشه، البته گزارش ها مختلفه، گفته میشه تا 1 میلیون بشکه هم نفت میفروشه در روز. البته 3 شرکت مختلفی هستن که تخمین میزنن که چقدر میفروشه در روز و متغیره، ولی در هر صورت اینجور که گزارش میشه اینا بیشتر نفتشون هم چون یه سانی به چین کمونیست میفروشه و این کشتی هایی که نفت میبرن ترانسپاندر دارن، یک به اصطلاح کشتی ها میتونن بدونن کجا هستن، مؤسس هایی هستن که تشخیص میدن که در کجای کره زمین هستن، دریا هستن، و اون رو خاموششون میکنن که نفهمن از کجا آمدن به کجا میرن. اینی که از فروش نفت موفق شدن، جمهوری اسلامی داره نفت بیشتر فروشه تا اون چیز وزر میگم بشه فشار حد اکثر روشه و نفتش نمیتونه بفروشه به کمک چین کمونیست که خون مشتریه، حتی میدونی که باید قیمت خیلی ارزونی بشه به قیمت بازار آزاد نمیتونه بفروشه. در حال حاضر مثل این هستی که 46 دلار بود مثل آخرین باری که من نگاه کردم، هر بشکه نفت باید خیلی قیمت پایین تری هم بفروشه که بتونه این دردسر رو چین کمونیست تحمل. از اونجایی که خب بایدن انتخاب شده و مقاماتی که انتخاب کرده برای وزارت سکرتری آف استیت یا منشی استیت یا منشی وزارت امور خارجه و غیره، چون خیلی حساسیت دارن که ادبیات رژیم سلطنتی رو به کار نبرن. می‌بینیم جنگ داخلی در جنگ استقلال در بر علیه انگلستان، به خاطر همین هم هستش که وزیر در اینجا وجود نداره منشی بشون میگن و این ادبیات خاص خودشو میدارن که هیچ نمیخوان قاطی بشه با شبیه انگلستان اون موقع باشه. خب هرچند که الان بهترین دوستای همدیگه هم هستن، در صورت میتونه این نفت صادر کرده و رقمش هم قابل ملاحظه، 1 میلیون بشکه پول زیادی دست جمهوری اسلامی میاره. ولی خب ما میدونیم که این پول زیاد خرج مردم ایران نمیشه، در اختیار برای بهبود زندگی مردم خرج نمیشه. البته اینا اینجور که روحانی میگفت یا بقیه مقامات جمهوری اسلامی میگن ترامپ آدم کشه، ترامپ نمیدونم قانون شکنه، و خیلی جالبه که برفرض این رژیمی جمهوری اسلامی که رژیمی در حد فاشیستای نازی زمان هیتلر آلمان بیاد یه چنین حرفایی بزنه به کسانی که جلوش گرفتن که مرزهاش توسعه بده، به در سیاست کشورهای دیگه بکنه. برف از در عراق الان تقریبا جنگ داخلی داره ادامه میده، در یمن جنگ داخلی ایجاد کرده که میلیون هزاران نفر، شاید صدها هزار نفر از گرسنگی مردن. فقط چنین رژیمی چنین اتهاماتی رو میزنه به کشور دموکراسی و که با انتخاب مردم رای انتخاب شده و رای مردم انتخاب شده و رای مردم میه بیرون، نه با اون سیستم انتخاباتی قلابی که در جمهوری اسلامی وجود داره و همه چیز از پیش تعیین شده است. و اینجور که من در دیدم یکی از نمایندگان مجلس هم میگفت که حالا اسمش من نمیدونم که گفته که اصلا اینا در مجلس دارن از پیش از این که مردم رأی هم بدن رئیس جمهور هم انتخاب میکنن، و این که آدم مثل روحانی که خودش روز به تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی بوده و در تمام این قطفای که اتفاق افتاده و مثل که رقم اول دومه داره بر چین کمونیست رقابت میکنه از آدم کشی، بیاد به
امریکا چنین نسبت بده. در صورت روحانی چنین حرفی زده و خیلی هم دارن، هیچ حقی هم ندارن که ایرادی هم ندارن در خودشون که چنین مشکل سرشون باشه. همینطور البته خامنه‌ای بعد از مدت خودشون نشون داده و البته میگن خیلی مریض الحال بوده و ادیت کردن سخنرانیشون که مشخص نشه و ایشون خیلی به روشنی گفته که دشمنی جمهوری اسلامی و امریکا به این سالی برطرف نخواهد شد و در هر صورت این دشمنی وجود داره. حالا هرچند که ترامپ هم رفته بایدن آمده ایش فرقی زیادی در معامله نمی کن و درست هم میگه اونا در اصل دشمن جمهوری امریکا هستن و نه تنها دشمن جمهوری، نه تنها دشمن امریکا هستن، دشمن هر کشور سکولاری هستن، یعنی هر کشوری که اسلامی نیست اینا دشمنش هستن. در همونجور که با برفض در تاریخ وجود داره از وقتی که اسلام سرکردش پیدا شد در خاورمیانه هیچ کشوری حقی نداره تا وقتی که مسلمان بشه. و البته ما میدونیم که در هفته گذشته جناب زمو برکنم نسل اصولاً چون بوده نام در جمهوری اسلامی جزو مخالفان جمهوری اسلامی بود و در اینجا فعالیت میکرد و سایتی هم داشته و چون بوده تو جمهوری اسلامی ایشون اطلاعات از داخل رژیم داشته و میداده در آمد نیوزی که داشته و حتی من زیاد باش آشنا نیستم، تعریفش نمی کنم اصولاً این اشخاص رو. علت اساسیش هم اینه که من چیزی یاد نمیگیرم اگه گوش کنم برفاش. مثلا اینجاست که با حرفای کسی باید گوش بکنیم که یه چیزی یاد بگیره. یکی از این شخصیت های رسانه‌ای بود میگفتش tell me something I don't know، یه چیزی رو هم بگویی نمیم ندونم چیزی بهت یاد بدن. ولی خب ایشون اخبار از درون رژیم داشتن و پخش میکردن و دزدیده شدن از با هر حیله‌ای بوده بردنش به عراق و از عراق هم خب دزدیدنش و بردنش ایران و بهشون هم به پدرش هم میگفت که بهش گفتن بلت میکنین بری، اعتراف هم کرده در حالت زیر شکنجه و در هفته گذشته اعدامش کرد. حالتی یه سرسوهای زیادی کرده و بعد بگیش در اروپا خیلی سرزنش شده جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم خب به اونو گفت در امور داخلی من دارین دخالت میکنید. در ما میدونیم که حقوق بشر مرز نداره و هر کشوری که در عنوان در هر کشوری که به هر عنوان حقوق بشر رو نادیده بگیره از یه پا بذاره میشه ازش انتقاد کرد و دخالت در امور داخلیش نیست و جمهوری اسلامی خیلی از خبرنگارا و روزنامه‌نگارا کشته تا به حال، صرف نظر که هر آدم سیاسی که بهش هر عنوان مخالفه میکشه و روحانی هم ازش اومده بهش دقت به شجاعت دفاع کرده از این قتل و سرزنش شدید اروپا رو بروش شده. البته ما نمیدونیم که تأثیر در سیاست کلی اروپا خواهد گذاشت این موضوع. کشورهای مثل فرانسه و آلمان و انگلستان که هنوز هم سعی میکنن که قرارداد 2015 رو دوباره برقرار بکنن و این پول قابل ملاحظه‌ای در اختیار جمهوری اسلامی بذارن بتونه پولش در بازار آزاد به دست بیاره و به ماجراجوهای سیاسیش و قتلهایی به جنایتش در خاورمیانه ادامه بده و هم تا در داخل ایران برای سرکوب مردم ایران. ولی خب این مسئله‌ای که وجود داره که یکی از مشکلات یا یکی از اشکالایی که وجود داره در حال حاضر برای اینکه بایدن که از اول اعلام کرده اصولا قبل از اینکه انتخاب هم بشه این قرارداد دوباره برمیگرده بشه و قرارداد 2015 رو
که در دوران اوباما گذاشته به توافق رسیدن، البته اسمش هم اکشن اقدام مشترکه، اسمش قراردادی در کار نیست، اقدام مشترکه. خیلی تعصب داره جمهوری اسلامی، یعنی که نشون بدیم ما هیچ قرارداد و توافقنامه‌ای نداریم با دنیای آزاد، ما فقط اقدام مشترک بودیم. راستت ایشون هم یکی دیگه از قربانیان رژیم جمهوری اسلامی هستن و اشتباه نکنم آقای فولادلند هم مثل که در چندین سال پیش به بهانه بردنش به ترکیه و از مرز ترکیه گرفتنش و بردن اعلامه ایش داختم، اسمی ازش نشد، خبری ازش نشد. البته من امروز به این اختلافی که به اردکان در آذربایجان، البته ما میدیم که اردکان ترکیه خب خیلی خودشو نزدیک میتونه به آذربایجان و به تجزیه طلبی آذربایجان هم خیلی علاقمنده، به ویژه اردکان رفته بوده آذربایجان، باکو رفته بوده و جنگ های ایران و روسیه رو به یاد آورده که در اون جنگ رسلا دو قرارداد ترکمنچای و گلستان ایران گرجستان رو که البته پیش از اون دست داده بود، ارمنستان موجود و بقیه آذربایجان جدا شده از ایران در اون موقع. البته اینو در اصل به شکلی که مطرح کرده بود جمهوری اسلامی دخالت در امور داخلیش حساب برده بود و البته ترکیه هم جوابش داده بود و در این درگیری که بینشون پیش اومده بود خیلی البته خیلی ملایمه و هم دوباره تخفیفش دادن، باعث شده بود که این عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه که جرگ باند جنایتکاری هستش که برای جمهوری اسلامی مخالفاشو میکشه در اونجا و یا دستگیرشو میکنه تحویل میده، پیش از این دولت ترکیه هم چشم رو گریا میبسته ولی مثل اون جماعت دوباره دستگیر کرده. اینه که خب بالاخره این کشورهای خطرناکی هستن برای کسایی که یه پرونده قطوری دارن در یا پرونده دارن بر عنوان در مخالفت با جمهوری اسلامی، جایی که واسه خطرناکه. خب این یک باند جنایتکاریه که میاد کسی رو میکشه در اونجا در ترکیه مخالفای جمهوری اسلامی، و اگه در خبری هم نیستش جایی پای جمهوری اسلام مطرح نیستش، فقط این استخدام کرده که برشون کارا رو بکنه. خب این بازم یک اعلام نشون میده چقدر جمهوری اسلامی درگیر شدن و نابود کردن مفاهیمش مصممه. و به این ترتیب میدیم که برخلاف از این جناب زنم که در اینجا فعالیت میکرد در ترتیب بوده، دستگیرش کردن بردن اینجا و بعدش هم اعدام شد. آره. نیزه فرمایید در این فاصله نگاهی بکنیم دوره بازار سهام. گرچه حال اطراف می اول من دوباره آپدیتش بکنم، تغییرات پیش اومده یا نیومده، به اشتراک بذارم من اینو سفر رو بر همچون مشاهده میکنید در حال حاضر بذار فرمایی مسیح شد صفحه نیست که من میخوام ولی بذار فرمایید
همونجوری مشاهده میکنید در حال داو جونز 81 پوینت مثبت، نزدک 79 پوینت مثبت، مزدک افزایش پیدا نزدک داو جونز تر اومده. البته داو جونز نزدک یه چیزی مثل شاید بیشتر از نزدیک 2000 شرکت توش هستن، شرکت های تجاری هستن بیشتر و شرکت ها توش هم استاکاشون معمولا خیلی در این یک گذشته خیلی به بالا رفت. مثلا اپل خیلی افزایش داره درصدی که بالا رفت، شاید بتونیم اینجا پیداش بکنیم چرا رفته بالا. درصد همینجوری مشاهده میکنید در این داو جونز در هفته گذشته نگاه کنید چی شده، چه وضعی داشته. در حال حاضر 102 تغییر کرد هفته گذشته نسبتاً تحلیلاتش خیلی عط بوده، حد اکثر بوده 29,988 و خب الان 57 تحلیلات خیلی اندکی داشته، چیز نه 300 پونت برای در از ماه بریم چونده. برای در از ماه هم در طور کلی مشاهده میکنی که خیلی مثبت بوده، از 29,400 رسیده به بالای 30,000 رفته و میبینیم در ماه گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته به طور کلی. حتی شرکت های فنگ که از فرمان بیرم شرکت های فنگ خیلی مثبت بودن، به ویژه اپل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. این شرکت رو من بذارم سفر به اشتراک بذارم. بله همونجور مشاهده میکنید برفرض اپل در حال حاضر 128 ولی اپل هر سهمش هم این ماه گذشته هر یه سهمش شد 4 سهم. بنابراین الان اپل یه چیزی اختلافش در 52 هفته گذشته از 53 دلار رسیده 137 دلار، میبینیم که تقریبا 3 برابر شده و یکی از شرکت های خیلی محکمیه که وجود داره. و البته الان از یه 20 سنت هم 20 سنت و نیم سود سهام میده و خب اگه شما برفرض 100 سهام داشته باشین در سال 205 دلار بهتون میده، پول بدی نیستش. بابا اگه 1000 تا سهام شه بخرین خیلی بیشتر میتونین 25 باشین، بهره خیلی خوبی میده، بهره سهام خیلی خوبی میده. و البته شرکت های دیگه اصلا بیشتر از این سود سهام میدن و خب در صورت باید خیلی پول زیادی بزنید کسی توش سهامش زندگی بکنه، ولی سخته که بتونید سهام زندگی کنید. ولی خب این وضع شرکت اپل داره. برای خب از اون طرف دیگه شرکت دیگه مثل تسلا من تو اینجا ندارم، تسلا در حوزه 650 شاید هم بیشتر باشه ارزش، ولی توی سهام نمیده، من فقط ارزش سهامش میده بالا. مثل اپل ارزش سهام بالا هم سود سهام بهتون میده، از این نظر خیلی مثبته. البته شرکت های دیگه مثل شرکتی که خیلی افزایش خوبی داشته توییتر، مشاهده بکنید در 57 هفته گذشت از 20 دلار رسیده تا 56 دلار افزایش داشته، تقریبا 3 برابر شده، افزایش قابل ملاحظه ای داشته. توییتر البته امروز هنوز هم از این هم بیشتر بالا رفته بوده، ولی خب یه مقدار پایین
ولی توییتر اصولا سود سهام نمیده مثل فیسبوک یا مایکروسافت میده، ولی گوگل و آمازون هم سود سهام نمیدن، ولی همچون مشاهده کنیم به طور متناوب افزایش و کاهش داشتن. ولی شرکت مثل جدید که وارد بازار سهام شد Airbnb امروز 11 دلار بالا رفته و البته دیروز هم همین تنی بود بالا رفته بود، روز اول مثل 140 زیر 140 بود روز اول که عرضه شد بازار سهام، روز بعدش پایین اومد و در دو روز گذشته داشته افزایش داشته. و در اونجور که قبلا صحبت شدیم ماشین ثروتیه که در امریکا پول میسازه، Airbnb که اصولا برای گردشگری خونهایی که هستش اجاره میده، میتونن اجاره بدن توی این شرکت تکنولوژی که وجود داره و اجاره بکنن. شرکتیه که مدت زمان زیادی نیست که ایجاد شده، همش هم در رابطه با اینترنت و تکنولوژی اینترنت و که تونسته چنین ثروتی رو، یکی از شرکت هاست که میتونه چنین ثروتی رو ایجاد بکنه. و بعد این شرکت Snowflake که مشاهده میکنید در حال 331 دلار، ولی از 208 روشه 429 بالا رفته بوده، ولی خب میانسی پایین اومده الان خیلی به طور قابل ملاحظه، ولی در صورت بیشتر 100 پوینت بالا رفته و خیلی نشون میگه که چجور بازار سهام اگه بازار سهام درستی هم بخره چقدر موفق میشه. ولی هیچ وقت فراموش بکنیم که بازار یه جریان طویل مدته، یعنی کسی که سهامی رو میخره توش باید حداقل پروش بشینه تا انتظاری که اول خیلی قابل ملاحظه داشته باشه. برفرض شما اپل رو سال 2000 خریده بودید، برفرض 800 تا ازش سهام خریده بودید، اونقدر میشه شاید میشه گفت شما یه میلیون دلار پول داشتید. ولی خب این حوصله رو و این تحمل خیلی ها ندارن و معمولا توی سود اندک که میبرن تصمیم میگن بفروشن سهام. منم خیلی بارها فروختم شانس هم اپل هم برگشتم گرونتر خریدم. بالاخره آدم به اشتباه خوش باید معترف باشه در این وقتی پیش میاد. در صورت از اینکه بازار سهام داره در حال حاضر، البته مسئله دیگه که وجود داره ما میدونیم که در هنگ کنگ اصولا دوستی و هنگ کنگ چین کمونیست از بین برد، طبق قراری که داشت با انگلستان در سال 98 یا 99 اینو چین کمونیست انگلستان ازش اومد بیرون و داد به چین کمونیست، ولی قرار بود که دست به سیستمش نزنه و سیستم دموکراسیش و تجارتیش همجور دست نخورده باقی بمونه. ولی خب مجلسش جاشی کرد و کسانی که باش مخالف بودن نمانده های مجلس انداخت زندان. البته نشریه مفتی وجود داشت در اون که گردانندش جیمی لی بود، شخصی بیلیونر شد، بهشون طرفدار دموکراسی به خاطر همیشون گرفتنش و به زندان انداختنشون و به عنوان خیانت به کشور و توطئه و غیره اتهاماتی بهش زدن و البته تمام اموالش مصادره خواهند کرد و خودشون ایشون زندان طویل مدت خواهد گرفت و این سرنوشتشون می بود که هنگ کنگ بهش دچار شد. تو هنگ کنگ بیشتر از 100 سال نزدیک 100 سال شاید دست انگلستان بود، در هم دقیقش به خاطر نمیاره، ولی در اصلاحات این دشمنی با آزادی و این چین کمونیست به شدت تعریب میکنه و دنبال میکنه. اصولا
این شخص نو افتاده و کسای دیگه هم که فعالیت میکردن برای دموکراسی در چین کمونیست دشون فرار کردن و الان دارن تقاضای پناهندگی میکنن به در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا. و این وضعی که وجود داره از این نظر. همینطور در چین کمونیست ما میدونیم که تمام هارت و پورت چین کمونیست به خاطر قدرت اقتصادیش همین هارت و پورت و ادعای لافزنی ها گزافه‌گویی ها روسیه پوتین هم انجام میده. خب روسیه قدرت اقتصادی نداره، اصلا به حساب نمیده از نظر اقتصادی، حتی جلو ده کشور بزرگ اقتصاد جهان هم نیستش. بنابراین قدرت اقتصادی چین کمونیست امکان روش داده که بتونه اینجور خودش تحمیل کنه و دریای جنوب چین رو بخواد تصفیه کنه با تمام کشورهاش در حال جنگ تقریبا در هیمالیا داره و هندوستان و نپال داره سرزمینش رو میخواد اشغال کنه و سفارایی نظامی در اونجا بنین و چین کمونیست. البته نپال چنین کاری نمیکنه، نپال سعی میکنه با چین کمونیست کنار بیاد، البته مقدارش هم گرفته در ارتفاع بالا، ولی خب ترجیح میدی درگیر نشه با چین کمونیست. علتش اینه که خود رژیم هم تمایلات چپی داره، مثل که برفت سعیز به طوله بخواد ایران در اختیار داشته باشه چجوری با روسیه رفتار میکنه. نش در اصلا اقتصادی که اساسا بخش آمریکا چین کمونیست بخش خصوصی داره، بخش دولت هستن و صنعت دارن تبدیل میکننش به دوم اقتصاد جهان. در از چیز نست که 15 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی شد. برای اینکه بخواییم مقایسه بکنیم با ایران، برف از ایران من فکر میکنم چیز نست 400 بیلیون دلار شد با خیلی باری که من نگاه کردم، شاید برف از اون الان کمتر شده باشیم به خاطر این تحریم های اقتصادی داره، بس نزدیک 85 میلیون جمعیت. طبعا کم به همون مقداری مونده که در زمان محمد رضا شاه بوده و تورم رو در نظر بگیریم خیلی پایین هم رفته. درصد اینجوری گزارش میشه بخش دولتی در چین کمونیست از سال 2005 تا 2020 از بهره دهیش از 5% رسیده به 3%، یعنی 2% پایین اومده. بخش خصوصیش زیر 8% 7% نزدیک همون دقیقه افتر رفته 15% بالا تا سال 2015-2014 و بعد شروع کرده پایین پایین. قسمتی هم که داره هنوز بالای نزدیک 6% رفته نیش. البته گزارش چه چیز در حال حاضر خیلی فشار میاره بخش خصوصی واسه مثل جیمیلی شرکت با علی بابا رو ابداع کرد و بعدش هم شرکت ابداع کرد، روزش فشار میاره و سعی میکنه کنترلشون بکنه و بعض موقع در است کنترل اختیارشون میگیره و اون بخش خصوصیشون منحل میکنه در اختیار بخش خصوصی باشه دولتی میشه. و این روندیه که در چین داره اتفاق میفته و اگه به همین روند ادامه پیدا بکنه چین کمونیست اون رشد اقتصادی که داشته نخواهد داشت، چون این بخش خصوصیه که اصولا داره چین کمونیست کرده از داره اقتصادی. و این زی پینگ اصولا اینو فراموش کرده در این 40 سال پیشرفت های اقتصادی چین کمونیست که این بخش خصوصی چه موفقی داشته و چین کمونیست هرچی داشته مدیونی بخش خصوصی، نه بخش دولتی. بخش دولتی همیشه تقلید میکنه از بخش خصوصی، بخش خصوصی به اصطلاح مدل ها رو نشون نده بخش دولتی هم ابداع نکنه بخش خصوصی، بخش دولتی نمیتونه چیزی فعال دنبال بکنه. در اصل اینجوری که گزارش میشه برفرض بخش دولتی در حال حاضر چیز نزدیک 50%
بدهکاری ها رو داره به خاطر قرپولی که قرض کرده و سرمایش بچرخونه، بخش خصوصی بدهکاریش نسبت به اون خیلی کمه، شاید مثلا 10% باشه. بخش دولتیش دوباره که مستقیما دولتی دارش میکنه، چون بخشی هستش استیت اون انترپرایز ولی گورنمنت هم بازم تولید کنترلش میکنه، اون هم چیزی نزدیک شد چیزی نزدیک $200 بیلیون بدهکاره و مردم هم بدهکاری هاشون شاید نزدیک مثلا $240 بیلیون باشه بدهکاری دارن. نزد این افتیم به اون مقدار مقدارش کمتر از این، اینا لغمه هایی که میره بالاتر مشکلی که درش رو گیریم، شاید بخشید مردم شاید چیزی در حدود برفرض $50 بیلیون بدهکاری داشته باشن در سطح کشور. دست اینجا نشون میده که چقدر این آماری که وجود داره چقدر این بخش دست گاورمنت و بخش این که به عنوان مستقل از گاورمنت ولی زیر دست گاورمنت در هر صورتی ارتباط داره با گاورمنت دولت خیلی کمتره، بدهکاریش و بهره‌دهیش کمه و اون بخش خصوصی که به اصطلاح تمام ابداعات رو میکنه و اقتصاد کمونیست اصلا به جلوی برای بدهکاریش خیلی کمتره باشن، بهره‌دهیش هم خیلی بالاتره و زی جی پینگ که به اصطلاح رئیس حزب کمونیسته داره دولتی میکنه و این بزرگترین خدمتیه که به دنیای آزاد میکنه و چنانکه این جریان بیشتر پیش بره و سرمایه‌اش بیشتر دولتی بشن و برفرض بگه مثلا بخش خصوصی باید منحل بشه که بعید هم نیست بگه چنین چیزی رو، به سرنوشت روسیه شوروی دچار میشه بعد از برفرض 5 سال 10 سال. و اون پیشبینی که میکرده که بزرگترین اقتصاد جهان بشه اون موضوع جریان منتفی خواهد شد و باعثش هم خود حزب کمونیست چینه، چون اصولا به وحشت افتاده که کنترلش از دست بده و حاکمیتش در چین کمونیست از دست بده و احتمالاً دموکراسی در چین کمونیست ایجاد بشه. به خاطر همین هست که داره بخش خصوصی بهش فشار میاره و صنایع بخش خصوصی رو و در نهایت احتمال داره منحلش بکنه. بعد ببینیم که چقدر این جریان به چه شدت پیش خواهد رفت و آیا این کار خواهد و این کار بکنه بزرگترین خدمتی به دنیای آزاد کرده و دنیای آزاد میتونه که چین کمونیست بزرگترین اقتصاد جهان نخواهد شد، چون اقتصاد اصولا صنایع این بخش خصوصی مردم هستن که میتونن اون استعدادهایی که در میان مردم وجود دارن میتونن این ابداعات بکنن و اختراعات رو انجام بدن و بتونن تکنولوژی پیش ببرن و ثروتی که تولید که باور نکردنیه. چطور میشه مثلا شرکتی از هیچی شروع بشه و یه دفعه $1 بیلیون ارزش بشه؟ برف از Airbnb چیزی گفته میشه از یه $60 بیلیون ارزش شه. مثلا میتونیم مقایسه بکنیم با صنایع نفت ایران که الان ارزشش شاید بیشتر از $20 بیلیون هم نباشه بعد از این همه سال کار کردن. اینی که چین کمونیست داره از خودش داره از بین میبره و اون سیاستی در پیش گرفته که بخش خصوصی از بین ببره و بعد از بین رفتن بخش خصوصی چین کمونیست هم به احتمال زیاد سرپا نخواهد بود. البته مسئله دیگه هم در حال حاضر در خاورمیانه است. می‌دونیم که در خاورمیانه اصولا جنگ همیشه وجود داشته، مسئله فلسطینیا و اسرائیل بوده و کشورهای عربی هم اصولا همه معتقد بودن که چون عرب فلسطین مسئلهش حل نشده و با اسرائیل رابطه نداشتن. و خب می‌دونیم که ترامپ یکی از کارهای خیلی مهمی که انجام داد این بود که این مرکزیت کانون بودن فلسطینی ها رو برداشت و کانون روابط کشورهای اسلامی با اسرائیل
اسرائیل کرد که بر فرض امارات متحده عربی باش روابطش برقرار کرده و در حال حاضر هم صحبت موراکوس که موراکو موافقت کرده که روابطش برقرار بکنه با روابط دیپلماتیک برقرار کنه با اسرائیل. و خب ما میتونیم که عربستان هم هرچند روابط نداره ولی تمایلات دوستانه ای داره نسبت بهش و کشورهایی که مثل اردن و مصر هم که رابطه باشه دارن و تعداد کشورهایی که روز هنوز به اون سیاست قدیم معتقدن تعدادشون خیلی کم شده و فرضاً الجزایر هستش و جمهوری اسلامی که خب توقعی میشه ازش داشت، عراق هستش و پاکستان و افغانستان. اصلا این تغییر عمده‌ای که ایجاد شده اینجور که گزارش میشه چیزی نزدیک 250 این شماره رو ببینم درست دیدم یا ندیدم، پیدا کردن شماره خیلی سخته، چیزی نزدیک 25,000 نفر اسرائیلی‌ها منتظرن که ویزا بگیرن برن به امارات متحده عربی و خیلی علاقه‌مندن که یکی از ثروتمندای اونجا اینداستریالیست‌هاش اومده به نصف یکی از تیم‌های فوتبال اسرائیلی خریده و در صورت جنب و جوش شدید اقتصادی شروع شده بین امارات متحده عربی و اسرائیل که رفت آمد میکنم مسافرت میخوام بکنم برم به اونجا. حتی به سودی مثل گرفتن ویزا منتفی خواهد شد بین دو کشور. البته فلسطینی‌ها باش مخالفت میکنم ولی خب بالاخره اون سیاست های آشتی ناپذیری که دارن ازش دست بردارن، میخوان رابطه بهتری داشته باشن، آینده بهتری مردمشون داشته باشه. من جنگ اصولا بالاخره به شکلی و توافق کرد و جنگ نتیجه جز ویرانی و عقب افتادن نتیجه نداره. بله حزفا یه نگاهی بکنید در این آخر برنامه به بازار سهام ببینیم بازار سهام در چه حاله. بفرمایید من من آپدیتش بکنم یک بار دیگه. بله جا فرقی نکرده، در جون 107 پوینت مثبته و نزدیک 84 پوینت بیشتر مثبت شده. مثلا پی 500 هم 500 شرکت بزرگ امریکایی بیشتر از 15 پوینت مثبته. البته تسلا بره جز به مثلا پی 500 بخانی که از اینقدر بالا رفته قیمتش، اینی که مقابل بالاخره پذیرفتش S&P 500 چون S&P 500 شرکت هایی رو میپذیره که حتما سودآور باشن و احتمالا سود سهام هم بدن، ولی خب بانک تستا سود سهام نمیده و سودآور هم نیست آنچنان. سود یک داره به خاطر پولایی که دولت بهش میده به خاطر فروختن ماشین های برقی، ولی بالاخره تسلیم شد و میره جزء S&P 500. به خاطر همین هم الان فکر میکنم قیمت سهامش بالای من ندارم اینجا نمیتونم ببینم چیه، بالای 650-660 دلاره و تقسیم به 5 برابری میشه گفتیم از 3000 دلار ارزش سهام میشه. برای من سهام شدم 357 الان 3000 دلار بگذاریم اشتباه میکنه دیگه همچه این بازار سهام هم. بسیار خوب، من فدا سبورم که وقتم تموم شده. من امیدوارم این برنامه برای بینام شهروندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه و همینطور امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود. جناب بهبانی امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود.